ببین کی اومده تو اتاقم. من فکر کردم تو رفتی بیرون. خواب موندم. خب باشه پس من بعدم میام. زهرا ما با هم اصلا نمیتونیم دو کلمه حرف بزنیم ها؟ اول لباساتو بپوش حرف میزنیم. وایسا ببینم، مگه تابستون تو استخر همیشه همینجوری نیستم؟ یعنی همیشه من اینجوری میبینی مگه نه؟ همون همیشگی هم دیگه. یعنی واقعا خریباریش این اتاقش انقدر شلخته است؟ آره، اگه میدونستم که تو قراره جمعش کنی بیشتر شلوغش میکردم که با هم بشینیم چایی بخوریم و حرف بزنیم. اینو ببینین چیه اینجا. خب حتما به کرم آلرژی پیدا کردی. از عمد این کار انجام میدی، واقعا نگاه کن. باریش جان، اینجا چه خبره؟ من اتاقو تمیز میکردم. چیزی لازم داشتی مامان جون؟ دنبال زهرا میگشتم، میبینم که اینجاست. زهرا با من بیا بیرون. من میام مامان. تو چی کار میکنی؟ آبجی گلوم سل گفت برو تو هم با آبجی گلوم سلت. ببین منو، هرگز اجازه نداری یه بار دیگه وارد این اتاق بشی. از پسرم دور بمون. الانم برو برو. میدونستم اینجوری میشه، اینو باید حلش کنم. پیداشون کردی؟ از زنی که منو به دنیا آورده اینه. آره آینور چلیک، ادامه بدم دخترم؟ آره. مطمئنی دخترم؟ گفتم آره هم اومدی. اسم واقعیت زینبه؟ زینب، اینو میدونستم، بابا به هم گفته بود. اینم پدر واقعیت، شناسی. الان کسی نمیدونه کجاست و چی کار میکنه بعد از اینکه تو رو داده غیبش زده. یه دونه خواهر داری، زهرا، 2 سال از تو کوچیکتره. مامانت بعدش با یکی به اسم خلیل ازدواج کرده. استانبول خونه ی چامایی ها کار میکنن. چامایی ها؟ همون چامایی های معروف؟ آره. بعد از اینکه با خلیل هم ازدواج کرده صاحب 2 قلو شده، عایشه گل و محمد. فعلا همین قدرشو میدونم. اینجا سرما میخوری، برو تو. من میرم استانبول،
بگو خونه اونجا رو آماده کنم. دخترم الان میخوای تو استانبول چی کار کنی؟ میخوام برم پیش اون زن ازش بپرسم که چرا منو فروخته.